آقای سیامک نادری، امروز اولین جلسه دادگاه حمید نوری به صورت رسمی برگزار شد و در حال برگزار شدن می‌دونیم که این دادگاه قرار 9 ماه به طول بیانجامه. یکی از بزرگترین پرونده‌های حقوق بشری هست. شما چه احساسی دارید به عنوان کسی که خودتون در اون دوره زندانی بودید، از بازماندگان سال دهه 60 هستید؟ فکر می‌کنید این دادگاه می‌تونه چه تأثیری در روند دادخواهی در ایران داشته باشه؟ بله، من حدود 7 سال و 4 ماه زندان بودم که به مدت 3 سال و اون تو سلول‌های انفرادی و تاریک‌خانه‌های گوهردشت و اوین بودم. اون زمان حمید عباسی میگفتیم، حمید نوری تقریبا ظاهرا به شکل دادیار بود، ولی اونایی که تو زندان هستن مثل ما میدونیم که باجو و شکنجه‌گر هم بود. حمید نوری از قضا شکنجه‌گر خود من بود که موقع ورزش تو پاییز سال 66 من از میون 10 نفر که جدا کرد اونا رو ورزش میادم برد و از ساعت 5:30 تا 1:20 یا 1:40 دقیقه، الان این ساعتش که دقیقه دارم نیست، با 6 نفر شکنجه کردم. من دیگه تا 2 ماه نمیتونستم از جام بلند شدم، بچه ها کولم میکردم میوردن تو آلا. این دادگاه اهمیتش اینجاست برایم که بعد از 33 سال اشک و آه اولین روزیه که احساس میکنیم که روز تولد جان باختگانه. این بالاترین پیروزی ماست. من یقین میدونم منهای این که این دادگاه بالاترین حکم رو به دلیل دست داشتن در این جنایت و قتل‌ها به حمید نوری خواهد داد، اما تاکید اینجاست این دادگاه صرفا به حمید نوری نیست، بلکه محاکمه بنیانگذار خمینی، بلکه محاکمه بنیانگذار جمهوری اسلامی، خود خمینی که فتوای قتل عام داد و همچنین خامنه‌ای و رئیسی که الان رئیس جمهور هست، دادگاه همین نام خواهد بود. با توجه به اینکه خود ابراهیم رئیسی مافوق این بوده، بگذارید من تاکید کنم اینجا، این رئیس جمهور فعلی کجایی که رئیس جمهور پیشین حسن روحانی میگفت این کاری به جز اعدام بلد نیست، این حرف ما نیست. من بازم تاکید میکنم اینکه خامنه ای به این میگه این عنصر کارآمده، خب معلومه این فقط تو تنابهایدار و اعدام کارآمد بوده. اولین کنفرانس مطبوعاتی که داشت دقیقه 20 اگر توجه کنید، من هفته قبل روشنگری کردم، وقتی رئیسی به این که با این که 3 ماه اینا کلاس سخنرانی دارن، سخنوری دارن، کلمه نقدینگی که 10 بار از قبل حفظ کرده بود، یه بار گفت نقدینگی، یه بار گفت نقدگی، یه بار گفت نقدنگی. اصلا تلفظ نقدنگی اینا خیلی مشکلیه، چون این اصلا کاری با اقتصاد نداره، کارش با تنبهای دار بوده و حکمایی که بالا دادن. خب خیلی ها معتقدن که این دادگاه امیدواری ها رو نسبت به این که در حقیقت عدالت قابل اجرا و دستیابی هست بالا برده. شما چی فکر میکنید؟ بله، با اصل صلاحیت جهانی که الان هست بیشک ما میتونیم طبق این پایه‌ای که اینجا هست تمامی اون مقاماتی که میان تو خارج شناسایی و اعلام جرم کنیم و دستیلش کنیم. یعنی اگر 2 سال قبل در سال 2019 اون علیرضا آوایی که از عامل عاملین کشتار خوزستان و علیرضاش بود، شده بود وزیر دادگستری همین دولت روحانی، این اومد تو مجمع حقوق بشر به اصطلاح سخنرانی کرد و ما هم اعتراض کردیم که نسبت به این مسئله، ولی واقعیت اینه که اگر ما این پایه هامون رو محکم کنیم که یکیش همین دادگاه هست، تو عرصه بین‌المللی ما به سهولت میتونیم دست این عناصر رو ببندیم. کما اینکه اگر همین دادگاه هم بود، پیشتر شروع شده بود، مشاور ارشد اتحادیه اروپا آقای انریکه مورا نمیتونست بره تو مراسم روحانی شرکت کنه و به جای دستور بهش تنابدار بده، اگرچه به شدت محکوم شد. حتی من دیدم که خانم نرگس محمدی از داخل ایران شجاعانه اینو ننگ آوردونست. مردم ما خشمگینن، مردم ما هر روز دارن خون میدن، شما به چه جوری، شما با چه توجیهی
میتونید تو مراسم شرکت کنید، شما میتونید مذاکره کنید، اما اجازه ندارید تو تاجگذاری یک قصاب که 5 دهه حکم اعدام میده شرکت کنید. این همونی که حکم وحید افکارینا رو دادن، واقعا شرم آوره. خیلی ممنونم از شما.